خب اما میریم سراغ اسلاید بعدی. never هرگز. taste به معنی مزه کردن یا مزه دادن هست. never taste، هیچ وقت مزه نکن، هیچ وقت غذا رو نچشید. چطور؟ by haste. by haste یعنی با در واقع عجله. haste به معنی عجله کردن هست. پس never taste by haste یعنی هیچ وقت با عجله غذا رو مزه نکن. بله هیچ وقت این کار رو نکن، چون اصلا مزه نمیده، اصلا به قول معروف حال نمیده اینکه غذا رو بخوای با عجله بخوری، باید با آرامش و ریلکس باشی. پس never taste by haste. اوکی خیلی ساده اینو به صورت شعر بگو. never taste by haste. غذا دیدی، هم که خواستی غذا بخوری بگو never taste by haste. never taste by haste. خب اما میری سراغ کلن اسلاید بعدی. چهار تا کلمه رو در سمت راست میبینید و ورس. خب اول بذارید ورس رو بخونیم. apart from your honey you cannot live so funny. apart from your honey you cannot live so funny. apart from your honey. apart from یعنی جدای از. your honey. honey خب به معنی عسل هست، اما همونطور که تو فارسی ما مثلا میگیم به معشوقمون، به خانوممون، به دخترمون، پسرمون میگیم هانی، عسلم، عشقم، همچین کلماتی میگیم، تو انگلیسی هم دقیقا همین جور هست. اینجا هانی رو من به معنی معشوق آوردم، این جدای از اون کسی که دوستش داری و معشوقته. you cannot یعنی نمیتونی live زندگی کنی so funny. so اینجا معنی خیلی هست. funny هم که میدونید به معنی بامزه، خوشحال، شاد هست. پس نمیتونی در واقع خیلی funny زندگی کنی و نمیتونی با فان، نمیتونی خوشحال زندگی کنی به دور از معشوقت. حالا بریم ببینیم که چه کلماتی مرتبط هست. دوستان این به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.